پروردگارا دریده شدیم، الهی دریده شدیم، به فریادمان برس. بار الها، می دانم که از ما بهتر می بینی، از ما بهتر می شنوی و تنها تو ناظری. لجام گسیخته و شهوت پرست و بی بند و بار، بی تقوا و ناپرهیزگار، به سرعت به سمت اسفل و سافلین در آن قعر تاریک جهنمت به پیش می رویم. هرگاه از سر کرم و جود تو لقمه حلال بر سر سفره رزقمان یافت می شود، محال است که حلال در کام خود گذاریم و حتما با لقمه های پلید و حرام مخلوطش کرده و آنگاه می بلعیم. کلام راست و صادق باعث لکنت زبانمان می شود، ولی همچون بلبلان مست آوازهای دروغ را بی وقفه سر می دهیم. پروردگارا، می دانم که می بینی، می دانم که می بینی چگونه قلبهای سیاه شده ما مردم این سامان از شنیدن آیات و کلمات هدایتگر و برتر از گوهرت تنگ و ملول و آزرده می شوند و به جایش هنگام شنیدن آواها و موسیقیها و رقصهای شیاطین به وجد و سرور می آیند. رباخاری و سودهای بانکی و رشوه دادنها همچون اموری حلال به راحتی در میان مسلمین از رسوخ نموده، و اگر به هر کدام از ما گفته شود که اینها به حکم ذات بی همتا اعلان جنگ با الله و رسول است، به جای پند گرفتن پوزخند تمسخر آمیزی نثار گوینده خواهیم نمود. الهی، می دانم که برتر از ما آگاهی. ببین چگونه امروز از دین سعادت آفریند با تحریف و تغییر اسبابی برای غارت مردم ساختند. از اسماء پاک تو فقط برای ادای سوگندهای دروغمان بهره می گیریم و از سنت پاک و حسنه رسول گرامیت فقط به درآوردن آن احادیثی رغبت داریم که موافق با امیال دنیوی ماست. ای الله، تو خود شاهدی که گسترش علوم و فنون در این دوران نه تنها موجب سعادت نسل بشر نگشت، بلکه فقط و فقط باعث دریده شدن نفس اماره و سرکشمان شد. ای علام الغیوب، حال اندک مؤمنانت در این عصر از دیدن این همه کفر و بیدینی و فساد سخت منقلب و خراب است. ای صمد بی همتا، از کجای کار و روزگار من بنالم؟ از پسران زن نما شده بگویم و یا از دختران قریب گشته با عفت و شرم و حیا مرسی و نال سردهم؟ از حاکمیت ابلیس در درون خانه های مسلمین بگویم و یا از تسلط او بر درون سینه های من سخن برانم؟ از تمسخر کردن اندک مجاهدانت توسط به ظاهر مسلمانان نال سردهم؟ یا آنکه از همدستی حاکمان مسلمان با دشمنان دینت برای سرکوب نمودن مسلمین سخنگویم؟ خود بگو یارب، خود بگو یارب، از گوشهای بسته و چشمان کور شده و قلبهای فاسق شده ما به ظاهر مسلمانانت دیگر چه بگویم؟ میخواهی از هزاران هزار حلالت که به دست ما و به حکم و فتاوای ناعالمان دین فروش به حرام ها مبدل شدند دلیل آورم، و یا از هزاران حرامی که به حکم آنان حلال شده حجت آورم؟ اصلا اگر بخواهی این بار از خود خواهم گفت، از من و مایی که به لطف و عنایت ویژه تو در کسب معارف و علوم الهیت از دیگران پیشی گرفتیم، من و مایی که عالمان پر علم و عاملان خالی از عمل هستیم. بگذار یک بار هم که شده انگشت اتهام به سوی خود برگردانیم، که به راستی همه فسادهای عالم ریشه در فساد علم ما دارند. بگذار بگویم
که چگونه این مردم با دیدن رفتارهای ضد شریعت ما عالمان که خود ناصح و پند دهنده دیگران بودیم از دیانت و اصلاح و هدایت بریدند و همه را بازی و فتنه تصور کردند. دیگران را به زهد و ترس از پروردگار دعوت دادیم و خود در پنهان درد به روی هر وسوسه گشودیم و هرگز از الله نهراسیدیم. به دیگران امر به معروف ها نمودیم و خود اولین پیشگامان منکرات و عاملین به فحشاها گشتیم. به مردم گفتیم مبادا مال حرام کسب کرده و بخورید، ولی خود در خوردن اموال باطل و حرامی که با شیادی و تنپروری از چنگ ایشان در می آوردیم از سبقت گیرندگان بودیم. برای ارتکاب هر عمل گناه و معصیت زایی با تحریف کلام الله و جعل احادیث و روایات سند در دین الله جعل کردیم و هر ناسوابی که خواستیم به کلام الله نسبت داده تا به مراد دلمان برسیم. بار الها، ایمان دارم که هیچ حساب رسی چون تو در این عالم نیست. ایمان دارم که فتنه ها و دسیسه های آخر الزمانی ناعالمان دین فروش را قبل از ایجادشان دریافتی و میابی. یا الله، بیا به ما فرصت اصلاح و توان پرهیزگاری عنایت کن. الهی، چشم این مردم برای اطاعت و عبادت و هدایت به سویت به عالمان دوخته گشته، بخواه تا عالمانی وارسته و با تقوا به خدمت دین مبینت شرفیاب شوند و ایشان را در این روزگار دریدگی و فساد از جمیع مفاسد دور نگهدار. پروردگارا، در این لحظات مبارک اجابت دعا و پذیرش استغفارات، دعاهای بر حق جمیع مسلمین و مؤمنینت را به لطف و کرم خیش برآورده ساز و توبه های مکرر ما را مبدل به توبه های نصوح و بی بازگشت بنما. بار الها، پیش از عطای ثروت به ما زبان و اندیشه های شاکر و آگاه عنایت کن. پیش از عطای علم و دانش ما را به مقام عامل بودن برسان و پیش از گرفتار شدن در دامهای پر افسون این دنیای دریده و ابلیس خواه ایمانی مستحکم عطا بفرما. آمین یا رب العالمین.